سلام و احترام خدمت همه مخاطبان روزنامه فرهیختگان. امروز در ادامه گفتگوهایی که با مسئولین و صاحب نظران داریم، میزبان جناب آقای دکتر سپهر خلجی هستیم، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، و به بهانه حالا اتفاقاتی که در این چند روز در کشور افتاده، ما از ایشون دعوت کردیم تا میزبانشون باشیم تا در مورد مسائل مختلفی که در حوزه اختیارات و وظایف دولت هست چند سوالی رو از ایشون بپرسیم و جوابشون رو بشنویم. جناب آقای خلجی خیلی خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید. اگر موافق باشید برای سوال اول، ما حالا در حال حاضر که میزبان آقای دکتر خلجی هستیم، یک اتفاق بزرگی افتاد در مورد بحث توافق ایران و عربستان برای از سرگیری دوباره روابط. اگر بخوایم حالا با یک برچسبی از این اتفاق یاد کنیم، یک گره بزرگی بود در بین افکار عمومی، بحث ارتباط با عربستان که بعد سالها حالا به هر ترتیب، فارغ از اینکه جزئیاتش چه بود و پشت صحنه چه اتفاقاتی افتاد، این گره حل شد به هر حال. و حالا چیزی که از دولت آقای رئیسی، دولت 13 ما شاهد بودیم در ابتدای کار، این بود که بالاخره سرمایه گذاری میشد در بین افکار عمومی روی بحث پروژه های کلان، و حتی سفرهای استانی هم که بالاخره شاید یکی از نقاط قوت دولت بوده، همواره حالا مسئولینی که در سفر حضور داشتن تاکیدشون رو این بوده که حالا یا پروژه های نیمه تمام بشه، یکی از دستورکارهای اصلی دولت هست، یا بالاخره طرحهای بزرگ به سرانجام برسه. خب این بحث رو اگه ما بخوایم به عنوان یک گره بزرگی در بین افکار عمومی مطرح کنیم و تحلیلش کنیم که حل شده، بالاخره افکار عمومی منتظر این هستن که ببینن دولت آیا در چشمانداز حالا کوتاه مدت گره هایی از این جنس، حالا ما بیشتر ناظر به مسائل داخلی میخواییم از حضرت عالی سوال بپرسیم، که از این جنس در مثلا حوزه های رفاهی، معیشتی و حالا مسائل اجتماعی و بالاخره مسائل مثلا مبارزه با فساد که آقای رئیس جمهور هم در مناظره انتخاباتی حتی بهش اشاره داشتن و وعده دادن دربارش، در این باره چه چشم‌اندازی رو میشه متصور بود؟ ما در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از دعوتی که فرمودید. توفیق داشتیم امروز خدمت جناب عالی و دوستان در روزنامه فرهیختگان باشیم. در ارتباط با این سوال در واقع مقدار وسیعی که حالا جناب عالی فرمودید، خب ببینید، دولت 13 یک اتفاقاتی رو در حوزه روابط خارجی رقم زد که بر مبنای شعار محوری و مبنایی بود که دولت 13 از ایام انتخابات در واقع مطرح کرده بود و بعد هم اون رو پیگیری کرد، که ما در واقع نمونه هایی از اون رو در ارتباطات راهبردی جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در واقع شاهد بودیم. از اساس هم دولت شعارش در واقع اولویت دادن به ارتباطات همسایگی بود، یعنی دیپلماسی همسایگی. یه ظرفیت بسیار بالایی ما توی ارتباطات با همین کشورهای همسایه داریم، هم ارتباطات فرهنگی داریم، هم ارتباطات اقتصادی وسیعی داریم. ما بیشترین حجم تجارت خارجیمون با همین کشورهای همسایه‌مون داره اتفاق میفته، که خب بنا به دلایلی ممکنه بر مبنای بعضی از سیاست‌هایی که دولت‌های وقت داشتن این کمتر محل توجه قرار گرفته بود، و از زمانی که بالاخره دولت 13 تشکیل شد، اولویت رو بر این در واقع ارتباطات همسایگی داد، که نمونه هاش دیگه روشنه دیگه. این نوع تقابلی که جمهوری اسلامی تو همین مدت 1 خورده ای با کشورهای همسایه داشته و برکات خیلی خوبی هم الحمدلله داشته، و یک ارتباطات راهبردی بر مبنای در واقع پایان دادن به یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که توسط آمریکا در واقع اعمال میشه داشته، که نوع ارتباطات جمهوری اسلامی با مثلا کشور روسیه یا
در واقع اجرایی کردن اون توافق راهبردی جمهوری اسلامی با چین که با سفر آیت الله رئیسی به چین در عملیاتی شد و اتفاق خیلی خوب و واقعا روبه جلویی در مناسبات جمهوری اسلامی به عنوان یک در واقع کشور قدرتمند منطقه‌ای با چین که دومین اقتصاد جهانی هستش با ظرفیت بسیار بالایی در حوزه اقتصادی صورت گرفت که همین در بهمن ماه ما شاهدش بودیم و اتفاقاتی که بعد از این انشالله بر مبنای توافقاتی که در پکن انجام شد انشالله صورت خواهد گرفت به ویژه در حوزه اقتصادی که یه بخشش توسط در واقع وزرای مربوطه از جمله راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان شد، یه بخشایش هم در واقع همجوری داره دنبال میشه. خب اینا اتفاقات بزرگی بود که این در واقع ناشی از نوع نگاه و رویکرد دولت بود. در واقع ظرفیت هایی که تا پیش از این بنا به دلایلی شاید کمتر بهش توجه شده بود و در این دولت بر مبنای شعاری که دولت داشت عمل کرد و امروز حالا میبینید دیگه این در واقع ممکنه دستاوردهایی رو که ممکنه بعضی از همین ارتباطاتی که ما به صورت راهبردی با بعضی از این کشورها در واقع داریم خروجیش انشالله هم تو حوزه اقتصادی و هم تو سایر حوزه‌هایی که مرتبط با در واقع اون حوزه تبادلات مثلا اقتصادی و یا نوعی از در واقع ارتباطات راهبردی با بعضی از این کشورهای منطقه هست بروز میکنه. حالا در مورد چون بحث همین توافق در ارتباط با عربستان چون اشاره کردید، اگرچه خب این بحث رو در واقع چون در واقع مسئول مذاکره دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن، خود ایشون قاعدتاً باید بیان توضیحی اگر در حدی که در واقع به مصلحت هست بیان بکنن، ولی آنچه که بالاخره مشاهده شد این بود که یک گرهی که 7 سال در هم سیاست خارجی و هم در ارتباطات همسایگی ما با کشور عربستان اتفاق افتاده بود توسط رئیس جمهور محترم آیت الله رئیسی گره گشایی شد و این اتفاق در واقع بعد از سفر ایشون به چین در واقع تو دستور کار قرار گرفت. اگرچه ما مذاکراتی رو چند دوره با عربستان در عراق داشتیم که قبلا هم اعلام شده بود، ولی خب این توافق نهایی دیگه نهایتا در پکن و آن هم ناشی از همون سفری بود که آیت الله رئیسی تشریف بردن چین و مطرح شد و اینجا ادامه پیدا کرد تا بالاخره به این نتیجه‌ای که دیروز اعلام شد رسید، که البته در مورد ابعاد موضوع قاعدتا باید اون مسئولینی که مرتبطه با بحث هستن در حدی که امکان توضیح هست قاعدتا باید توضیح بدن. خب یک در واقع مسئله ای رو که حالا جناب علی مطرح فرمودید در ارتباط با نوع رویکرد دولت و شعارهایی که به ویژه در حوزه های مبارزه با فساد و اینها دادن، خب خیلی کارهای مختلفی تا الان در دولت انجام شده که مجموعا هم اینها اطلاع رسانی شده در مقاطع خودش، یعنی در اون زمانی که انجام شده، از جمله مثلا حذف امضاهای طلایی بود که این یه کار خیلی بزرگی بود که این دولت انجام داد. همین درگاه در واقع مربوط به کسب و کار که به صورت آنلاین در واقع الان مجوزاش صادر میشه، هم فرایند رو کوتاه کرد، هم در واقع مردم رو از این در واقع نگرانی برای گرفتن یه مجوز برای یک کاری، یه شغلی
واقعا نجات داد از این اداره به اون اداره برن، ضمن اینکه اون امضای طلایی هم حذف شد عملا. بسیار از دستگاه ها الان به این سامانه پیوستن و مردم با در واقع کمترین زمان ممکن میتونن اون مجوزها رو بگیرن. و یا کاری که دولت در چند ماه پیش با انتشار اسامی در واقع بدهکاران بانکی مثلا انجام داد، که برای اولین بار بود اسامی، تعداد اسامی قابل توجهی رو دولت اعلام کرد رسما. خب این در واقع ناشی از همون جدگیری ها و شعارهایی بود که دولت داده بود و پیگیری شده بود، به نتیجه رسیده بود، بعد هم اعلام شد. یعنی نمونه مشابهش رو تقریبا ما در واقع در شاید ادوار گذشته به این معنا نداشتیم. یک کار دیگه ای که در امتداد همون شعار دولت مدت هاست، تقریبا چند ماهی هست که عملیاتی شده، همین بحث گشت ارشاد مدیران هست که ذیل بازرسی ویژه در واقع ریاست جمهوری شکل گرفته. بر مبنای گزارش های مردمی نسبت به بعضی از تخلفات مدیران یا اهمال یا کوتاهی هایی که صورت میگیره، گزارش ها الان دریافت میشه، یه بررسی ابتدایی میشه. از بین اینا اون چیزهاییش که تقریبا تا حدودی مهرز میشه بازرسیم به صورت نامحسوس در دستگاه مربوطه، اون دستگاهی که مورد نظرشون هست، حضور پیدا میکنند، در واقع بدون اینکه ممکنه حتی مدیران اون سازمان هم در جریان قرار نگیرند. بعد به جنبندی قطعی و نهایی در مورد اون موزل که میرسند دیگه به صورت آشکار در واقع در اون سازمان حضور پیدا میکنند و نسبت به برخورد یا تعیین تکلیف مدیرانی که کوتاهی دارن یا قصوری دارن یا تخلفی دارن در واقع اعمال میشه اون مدیریت، اون تصمیم، که نمونهشو اخیراً ما در واقع ظرف همین هفته گذشته، البته موارد متعددی بوده، حالا یکیش که تقریباً به یک معنا رسانه‌ای شد تو یکی از شعب تامین اجتماعی، گزارش های متعددی رسیده بود به در واقع همین بخش، مدت ها رفتن بررسی کردن و اون اهمال یا تخلف وقتی که براشون مهرز شد همون روز در مورد اون مدیر در واقع تصمیم گیری کردن و اعلام هم کردن. که حالا امیدواریم ایشالله در ادامه رسانه ها بتونن با این در واقع به ویژه رسانه ملی همراه بشه و بتواند یک گزارش تصویری از بعضی از این اقداماتی که الان داره انجام میشه جهت مثلا اطلاع مردم تهیه بکنن و مردم هم امیدوار بشن نسبت به اینکه بالاخره این اولا هم این شعار عملیاتی شده مدت هاست و همین که مصادیقش، بعضی از مصادیقی که حالا قابل بیان هست و میشه در واقع گفت رو به صورت رسانه‌ای مردم در جریانش قرار بگیرن. بله خیلی ممنون. آقای تو ابتدای حالا توضیحاتتون هم اشاره‌ای داشتید به اهداف کلان دولت، حالا هم در فضای بالاخره دیپلماسی منطقه ارتباط با کشورها توسعه روابط، و هم بعدش بالاخره همین اشاره داشتید به بالاخره وعده‌های مثل مبارزه با فساد. یه چیزی که دیده میشه حداقل تو این مدتی که بالاخره مردم شاهد بودن در مورد اهداف کلان دولت مثل همین بحث دیپلماسی منطقه‌ای یا توسعه روابط با حالا قدرت‌های غیر از حالا قدرت‌های غربی، بالاخره ایده‌های دولت داشته، بارها روش تاکید کرده و مثلا مسیرهای پیش روش بوده مثل توسعه مسیرهای ترانزیتی، راهگذر شمال جنوب و سایر پروژه‌هایی که همیشه مطرح بوده و روش تاکید داشتن مقامات عالی رتبه دولتی، اینطور احساس میشه که گویی بخشی از حالا بدنه دستگاه ها، به خصوص دستگاه ها وزارتخونه هایی که بالاخره حوزه اختیارات و وظایفشون مربوط به این بحث هست و مرتبط میشه با اهداف کلان دولت، انگار حداقل اینطور برداشت میشه که زیاد همدل نیستن با اون اهداف کلان و اهدافی که در بلند مدت و میان مدت تعریف شده. این رو چه توضیحی براش دارید و بالاخره تلقی خود
بالاخره اعضای بلندپای دولت چی هست؟ ببینید، ممکنه که توی یه دوره‌ای در واقع انگیزه‌ای برای اینکه این اهداف راهبردی پیگیری بشه، یعنی دو دوره‌ای که عرض می‌کنم قبل از این دولت هست، واقعا وجود نداشت برای اینکه این کار دنبال بشه و ما کاملا شواهد این امر رو در واقع مستند داریم. بسیار از توافقاتی که می توانست پیگیری بشه و به نتیجه برسه و به دلیل نوع نگاهی که بالاخره دولت وقت در سیاست خارجی و نوع جهتگیریش در نظام بین الملل، روابط بین الملل داشت، خب کاملا فرمای شما صادقه تو این قضیه. خیلی کارا میشد انجام بشه، خیلی در واقع گره‌گشایی ها میشد انجام بشه تو ارتباطات راهبردی با بعضی از کشورهای دیگه. ببخشید میدونم کلامتون، بخشی از مدیران میانی بازمانده از دولت قبل بالاخره در این میان، حالا در مورد اون مدیران میانی بازمانده از دولت قبل هم من توضیحی میدم خدمتون، ولی خب این اتفاق کاملا برای ما مشهود و ملموسه که توی دوره‌ای در قبل از این دولت، خب این جهتگیری‌های در واقع حل مسئله و بکارگیری ظرفیت‌های سایر شرکای راهبردی در منطقه نبود. خب حالا اساسا شعار این دولت کاملا خب مشخص بود دیگه، در واقع شعار این دولت این بود که اون مفهومش رو من دارم الان عرض میکنم، نه این شعار رو که آقا تمام دنیا تو 4 تا کشور خلاصه نمیشن و ما تو دنیا 100 خورده‌ای در واقع واحد سیاسی داریم که بسیاری از اینها با ما ارتباطات در واقع اقتصادی دارن، سیاسی دارن و هم تمایل دارن، هم در واقع ظرفیت دارن که میشه اینا رو فعال کرد و از ناحیه اون کشورها هم استقبال گسترده‌ای برای نوع ارتباطات هست که خب تو دولت قبل کمتر به این در واقع پرداخته میشد. خب تو این دولت طبیعی بود که چون اساساً جهتگیری سیاست خارجی در واقع دولت قبل رو به این معنا قبول نداشت و نوع نگاه انتقادی بود، طبیعی بود که مسیرهای در واقع جدیدی رو در سیاست خارجی از اول شعار داد و بعد هم دنبال کرد که ما آثار برکاتش رو تو همین در واقع از سال گذشته تا امسال تو بحث مثلا اجلاس شانگهای، نوع ارتباطاتی که ما با کشورهای همسایه برقرار کردیم، سفرهایی که شد، اجلاسی که در تهران انجام شد، اینها کاملا مشهود بود. و یا نوع در واقع سفری که حضرت آیت الله رئیسی برای در واقع روسیه تشریف بردن و بعد پکن تشریف بردن و اتفاقاتی که در واقع تو این همین دوره در مباحث سیاست خارجی ما افتاد کاملا ملموسه و عیان، یعنی دیگه خیلی نیاز به گفتن نیست. و اما در ارتباط با اون بعضی از طرح‌های اقتصادی که در واقع جزء ارتباطات راهبردی ما با بعضی از شرکای مهم اقتصادیمون هست، خب یه کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه که مقدماتش فراهم شده و به جد داره دنبال میشه. حالا من شاید نخوام الان در واقع خیلی ابعادش رو در واقع بیان بکنم، چون هر کدومش در زمان که اجرا میشه در واقع اطلاع رسانی هم خواهد شد، ولی آن چیزی که میتونم به شما عرض بکنم و اطمینان بدم که حتما در این دولت برای حل اون چند مسئله‌ای که الان جناب علی تو بحث در واقع کریدورهای شمال و جنوب یا در واقع به یک معنا به یک شکل دیگه شرق به غرب تمهیدات بسیار خوبی انجام شده و
مقدماتش فراهم شده و انشالله امیدواریم که در واقع به زودی عملیاتی بشه. این دولت هم عزمشو داره در این ارتباط، هم به حمدالله انگیزه واقعا بالایی برای این کار داره. شرکای ما هم تو این مدت نشون داده که اونها هم در واقع آمادگی دارن که این کار انجام بشه و من به نظرم میرسه که ظرف مدت قابل توجهی، یعنی قابل توجه یعنی به منظور اینکه قابل قبولی، در واقع این کارها انشالله انجام میشه. یعنی کاری بود که واقعا پیشتر اعتقادی به اجرا و یا در واقع دنبالگیری اون به اون میزانی که باید توجه میشد خب نبود. الحمدلله الان به نظرم میرسه انگیزه و عزم برای این کار قویه. الحمدلله. بله. خب حالا با توجه به اینکه این بحث خیلی ارتباط مستقیمی هم شاید تا حد زیادی با بالاخره میزان انگیزه و میزان فعالیت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبطه با این وزارت خونه داشته باشه، ما بالاخره برای اینکه از این بحث زیاد دور نشیم، یکی از خب جدیدترین وعده های آقای رئیس جمهور حتی پیش از بالاخره انتخاب به عنوان رئیس جمهور وعده مسکن بود و بالاخره همین الان هم بالاخره اشاره فرمودید به بحث دستگاه هایی که بالاخره در رسوندن دولت به اون وعده ها و محقق کردن وعده های دولت مشغول هستن. یکی از انتظارات و نگرانی های مردم بدون تعارف این بحث مسکن هست که هم بفرمایید که چقدر تو این پروژه گشایش اتفاق افتاده و همین که بالاخره یه چالشی که در افکار عمومی مطرح بود یه بحثی بود که از طرف آقای مخبر معاون اول مطرح شده بود که به هر حال دولت موظف نیست که مثلا خودش 100% مثلا مسکن رو از بالاخره مرحله اولش تا آخرین مرحله که تحویل باشه مشغول باشه و مثلا شاید منظورش این بود که مثلا دولت وظیفه تسهیلگری داره، ولی اینطور برداشت شد که گویی حرف آقای معاون اول با حرف اولیه آقای رئیس جمهور به عنوان وعده اصلی دولت در تضاد و تناقض بوده. این رو اگر توضیح سلام بفرمایید. ببینید در ارتباط با مسکن، خب این یک دغدغه جدی آقای رئیس جمهوره واقعا. خب مسکن علاوه بر اینکه حالا جزء شعارهای ایشون بوده، واقعا جزء نیازهای کشوره. یعنی ما باید بتوانیم در واقع یه تعداد مشخصی در طول سال در واقع مسکن تولید بکنیم تا بتوانیم این بازار رو یک تعادلی ایجاد بکنیم. خب حالا من واقعا مشیم هیچ موقع این نبوده، یعنی الانم بنا ندارم هی در واقع هی ارجاع بدم به مثلا در واقع کارهایی که نشد و الان ما خلأش رو داریم احساس میکنیم و واقعا مشکلاتی رو که الان به وجود آورده. یعنی شما باید سالانه به یه میزان قابل یه میزان قابل قبولی بالاخره مسکن تو کشور تولید بشه تا این تعادل حفظ بشه. خب چند سال این کار صورت نگرفت. بالاخره نوع نگاه در واقع دولت قبلم کاملا مشخص بود دیگه. یعنی وقتی که مثلا مسکن مهر رو که حد برای یک بخشی از جامعه که جزء طبقات محروم هم هستن نقطه امیده و همون مسکن میتوانست یه گرهی واقعا از زندگی در واقع یه بخشی از مردم باز بکنه، به عنوان مثلا یک طرح مزخرف مثلا معرفی میکنن، خب معلومه دیگه. خب انگیزه ای نبود که در واقع این طرح رو پیگیری بکنن و میدیدم که تا تقریبا اواخر دوره قبلم هنوز که هنوز مثلا همون طرحایی بود که مثلا از گذشته مونده بود داشتن همونا رو میبودن. به مسکن مهر در واقع انتقاد میکردند، به یک معنا به کسایی که مسکن مهر رو دریافت میکردند توهین هم میشد، ولی همون مسکن مهر هم فقط همونا داشتن برای در واقع افتتاح. خب
این بحث مسکن یک دغدغه جدی بود، یعنی ما باید تو سالهای گذشته یعنی هر سالی یه میزانی از مسکن در واقع تولید میشد که امروز با این تلمبار در واقع و بعد به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مواجه نشیم. خب از این جهت بود که بحث مسکن یه دغدغه اصلی و جدی بود. رئیس جمهورم در واقع نسبت به این امر در واقع ایشون واقعا یه اهتمام ویژه‌ای دارن، یعنی بحث مسکن جزو دستور و کارهای اصلیه که ایشون در واقع پیگیر هستن. خب حالا یه کارهایی رو خدا رحمت کنه آقای مهندس قاسمی پیگیری کردند و تا یه حدی کار خب رفت جلو، ولی بحث مسکن خب ما یه عرض کردم عقب افتادگی واقعا عجیبی داریم واقعا تو این حوزه و بالاخره تدبیر دولت هم این هستش که از همه ظرفیت ها استفاده بکنه برای اینکه بتواند این مشکل رو به ویژه به نفع طبقات محروم واقعا حل بکنه، چون میدونه یکی از بیشترین هزینه خانوارها تو سبد در واقع هزینه هاشون بحث مسکن هست. یعنی یه جایی الان دولت میتواند بسازد اونجا حتما میسازه و تحویل میده، یه جایی مثلا این امکان وجود داره که زمین در اختیار در واقع افراد قرار بده، چون تو بسیار شهرهای ما الان این امکان وجود داره، تو بعضی شهرها این امکان نیست، مثلا تو تهران یه مقدار سخته ولی تو بسیار شهرهای ما این امکان هست، چون دولت صاحب زمینه بتونه مثلا زمین رو در اختیار قرار بده با یه حمایت هایی که به لحاظ در واقع تسهیلاتی انجام بده، افراد با آورده‌ای که خودشون دارن و زمینی که دریافت میکنن بتونن به سرپناهی بر خودشون بسازن. یه جا ممکنه واقعا در قالب بعضی از تسهیلات بتونه کمک بکنه که این کار انجام بشه، یعنی یک چیز ترکیبی رو الان داره دولت جلو میبره و امیدواریم که انشالله در طول دوره دولت 13 هم دولت بتواند واقعا، حالا من نمیخوام الان مثلا آمار بدم که بعد حالا به یک معنا چون آمار دادن یه مقدار ممکنه در واقع حالا مسئله به این معنا ایجاد بکنه، ولی دولت بتواند به اون تعهداتی که در حوزه مسکن به ویژه با هدف گذاری طبقات در واقع محروم واقعا بتونه انجام بده و یه دغدغه بزرگی رو از دوش در واقع مردم برداره. ولی بدانید که بحث مسکن جزو یکی از مسائل مهم جدی در واقع هیئت دولت و به ویژه شخص خود رئیس جمهوره. پس منظورهای مخبر چیز دیگه بوده، اشتباه برداشت. ببینید بحث سر این همینی که عرض کردم اینه که دولت واقعا باید ببینه که شما چقدر شما میتوانید، چون یه هدف کلی هست اونم این هستش که واقعا شما یه کار بکنی مشکل مسکن مردم اون بخشی که حالا مسکن ندارن حل بشه. یه جا ممکنه شما ناچار بشی بسازی و باید بسازی تحویل بدی، یه جا ممکنه شما اگر مشکل زمین در واقع مردم رو حل بکنی خودشون یه آورده‌ای دارن میتونن برن بسازن، یعنی چون بیشترین سهم در واقع قیمت مسکن در واقع مال زمینشه دیگه، اگه ما بتونیم مشکل زمین مردم رو حل بکنیم ممکنه با آورده خودشون اصلا طرف بتونه صاحب مسکن بشه، که این کارو الان تو بعضی از شهرستان‌ها الان دارن انجام میدن، چون ما دولت مشکل مسکن تو بیشتر شهرستان‌ها مثلا نداره، زمین زیاد هست میتونه در اختیار قرار بده، که الان آقای مهندس بسپاش یکی کارهایی که داره الان انجام میده در واقع پیگیری همین سیاسته که بتونه، یعنی ما تا جایی که میتونیم و وسعش فراهمه و امکان داریم باید در واقع اقتضایی متناسب با شرایط اون منطقه عمل بکنیم، ولی حتما بحث مسکن بدانید که یکی از مسائل اساسی این دولته واقعا، این یعنی واقعا مشکل مسکن به ویژه برای در واقع قشر جوان یا طبقات در واقع ضعیف جامعه یک مسئله اساسیه که دولت، بالاخره این دولت دولت مردمیه، یعنی دولت شما ببینید این دولت یکی از ویژگی‌های بارزش که شاید تقریبا کم نظیره
همین ارتباط با مردمه. آیت الله رئیسی تو دور در واقع سال اول در واقع دولتشون 31 استان ایشون خودش رفته. بیشتر این در واقع همه ترانه که بیشتر همه این 31 استان هم ارتباط با مردم ایشون برقرار بوده، یعنی ایشون بین مردمه. خب مردم بالاخره به ایشون منتقل میکنن. دغدغه مردم تو این دولت جزء در واقع مسائل اساسیه. دور دوم سفرها هم که الان شروع شده و تقریبا 3 استان در واقع تا الان جلو رفته که هم پیگیری و بهره برداری از طرح‌های مربوط به دور اول سفرهای رئیس جمهور و نهایتاً بررسی و امکان اجرای بعضی از طرح‌های جدید برای دور دوم سفرها بود که داره انجام میشه. و نکته اصلیم که میخواستم به این برسم این بود که این دولت ارتباط خیلی در واقع وسیقی واقعا با بدنه مردم داره، چون این دولت دولت مردمه. این دولتیه که مردم در واقع اومدن پای کار بالاخره رأی دادن و امید دارن که این دولت بتواند دغدغه‌هاشون رو در واقع تا اون جایی که امکان داره برطرف بکنه. لذا بحث مسکن جزء مسائل اصلی دولت هستش. اشاره خیلی جامع و کاملی داشتید به نظرم در مورد حالا بالاخره چشمانداز این فضا در مورد تحقق و مسکن. یه چیزی که بالاخره انتظار میره و اشاره هم داشتید در مورد بالاخره فعال بودن شخص آقای بزرگواش وزیر راه شهرسازی، بالاخره اون تمرکز است که با توجه به وعده بزرگی که دولت داده نیاز خیلی جدیتر حالا با همت بیشتر روش بالاخره این تمرکز اتفاق بیفته. ولی یه چیزی که حالا دیده شد طی 2-3 هفته اخیر حالا غیر از آقای بزرگواش وزیر راه شهرسازی، در مورد آقای نوری وزیر آموزش پرورش دیده شد که حالا ایامی هم بود که بحث مسمومیت‌های سریالی خیلی در کانون توجهات افکار عمومی بود، دیده شد که این دو وزیر دولت در 2 جلسه حزبی حضور پیدا کردن و خروجی رسانه‌ای و برونداد اون بالاخره شرکت آقای بزرگواش و آقای نوری در اون جلسات این شد که گویی حالا غیر از تمرکز رو اهداف کلان دولت، تمرکز این دو وزیر محترم روی مسائل سیاسی هم هست که بالاخره این خودش نگران کننده است. در مورد این حالا حتما میدونم که بالاخره بحثایی هم داخل دولت شده که چقدر بالاخره این پذیرفته است چقدر پذیرفته نیست، اونم در ایامی که هم بحث مسکن نگرانی مردمه هم بحث مسمومیت‌های سریالی. این رو میخوام یکم توضیح بدید برام. ببینید حالا این مسئله رو که خودشون قاعدتا باید بیان توضیح بدن آقایون، ولی من به شما عرض میکنم که واقعا نه جناب آقای نوری وزیر محترم آموزش و پرورش که جزو در واقع وزرای واقعا خدمتگزار این دولت هست و وزیر بسیار متدین و ولایتی و دلسوز و از بدنه خود آموزش و پرورش، یه کسی که سالها بالاخره دغدغه در واقع آموزش پرورش رو داشته، نه خود آقای مهندس بزرگواش که امروز یه بار بسیار سنگینی رو در حوزه نه تنها مسکن، ببین بحث وزارت مسکن، مسکنش البته چون مسئله فوریه در واقع مردم بیشتر به چشم میاد، یک مسئولیت ایشون سنگینی در حوزه در واقع جاده به عهده ایشونه. ما بالاخره این خیلی مشکل داریم الان تو جاده هامون، در واقع بزرگراه هامون، اینا متولیش همین وزارت خونه است. بحث در واقع صنعت هوایی، در واقع هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، این از وزارت خونه وسیع با این همه مسئولیت که خب واقعا تو همه اینا داره کارهای خیلی خوبی الان انجام میشه. الان شما حالا اینو به موقعش احتمالا اعلام بکنم، الان مثلا تو بحث در واقع ریلی تا چند روز دیگه مثلا 400 در واقع زنجیره واگن به در واقع حمل و ظرفیت ریلی کشور اضافه میشه. یعنی این زنجیره که عرض میکنم مثلا یه چیز بوده فکر میکنم مثلا
ده 15 تا لوکوموتیو و واگن هایی که بهش متصل میشه، هم باری هم مسافری. خب یک اونم در واقع با ظرفیت تولید داخل، یعنی یه اتفاق خیلی بزرگه این داستان، همین ظرفیت تولید داخلشه که انشالله ظرف چند روز آینده در واقع به بهره برداری میرسه. خب یه کار بسیار عظیمی الان تو حوزه ریلی داره انجام میشه، یا یه کار خیلی خوبی که حالا انشالله به موقعش اگر آقای مهندس بسواش صلاح دونستند خودشون اعلام خواهند کرد، در حوزه در واقع بحث هواپیما در واقع بیان خواهد شد. یه کار خیلی خوبی داره انجام میشه. یعنی ببینید این وزارتخونه خیلی وزارتخونه سنگینی، حالا بحث مسکنش چون بیشتر در واقع مبتلا به مردم میداره بیشتر به چشم میاد، ولی کارهای بزرگ زیادی داره تو حوزه‌های دیگه هم انجام میشه. همین مثلا همین هفته‌ای که ما الان توش گذشت، شما ببینید مثلا آقای مهندس بسواش چند تا طرح مثلا بزرگ راهی و ایشون رفت هم تو بوشهر این کار رو در واقع انجام دادن، هم اخیراً تو چند تا استان دیگه. لذا من میخوام اینو به شما عرض بکنم، حالا اینکه مثلا این دوستان چرا در واقع تو یک جلسه اینجوری شرکت کردن، خب قطعا رسانه ها از خودشون باید بپرسن و دلایلش هم خود دوستان بیان بکنن، ولی در اینکه این دو بزرگوار به عنوان دو وزیر بخش مهم دولت که هم بحث در واقع آموزش و پرورشه که پایست برای بسیاری از مسائل دیگه در کشور، هم بحث در واقع وزارت راه و شهرسازی که یک وزارتخونه مهم مرتبط با زندگی جاری مردم هست، من به شما قول میدم که در واقع این دوستان با تمام ظرفیت و تمام وجود واقعا دارن اون مأموریت و مسئولیت خودشون رو انجام میدن و من اطلاع دارم که در واقع واقعا شبان و روز ندارم تو این حوزه. حالا من یه مثالی رو یه مزاحی همیشه خودم با این بسپاش انجام میدم، من بهش میگفتم آقای بسپاش شما با این اهتمامی که الان تو حوزه مسکن واقعا و یه حس خوبی داره که بالاخره این مشکل مسکن یه جوری در واقع حل بکنه، بهش میگفتم شما مثلا چون بگید که از امروز پایان مسکن مهر رو من اعلام میکنم و شروع مسکن مهرداد از امروز در واقع چی میخونم، بعد از این به بعدم دیگه مسکنها رو بذار مسکن مهرداد به جای مسکن مهر. مزایای حالا ما تو دولت بعدم با این دوستان انجام میدیم، ایشون هم لطف داره نسبت به ما، ولی این مزاها ما مرتب با آقای بسپاش تو دولت داریم، بهش میگیم شما از این به بعد دیگه پایان مسکن مهر رو اعلام کن، شروع مسکن این مسکنایی که الان داری میری افتتاح میکنی به نام مسکن مهرداد افتتاح بکن. ولی نه، به شما عرض میکنم که این دوستان در واقع واقعا نسبت به اون تعهدی که به دوششونه و مسئولیتی که رئیس جمهور به نمایندگی از مردم از اینها میخواهد، همه ظرفیتشون واقعا در خدمت در واقع مسئولیتی که دارن به کار گرفته شده و امیدواریم دعا بکنیم انشاءالله بتونن موفق باشن. بله خیلی ممنون. حالا شما بالاخره در جایگاه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت حتما میدونیم خیلی مسائل و بالاخره حوزه هایی که ما بهش ورود نکردیم حتما مطلع هستی دربارش، مثلا همین بحث عفو عمومی اخیر که آقای رئیس جمهور روز 22 بهمن وعده‌اش رو داد که تسری پیدا کنه از عفو رهبری به سمت حالا دستگاه زیرمجموعه دولت و یک بسته‌ای هم آماده شد و بالاخره معرفی شد وعده‌اش داده شد و حالا بالاخره جزئیاتش هم اعلام شد، ولی بعضی ابهامات بالاخره هنوز وجود داره که مثلا عفوهایی که شامل حال ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد شد، این رو دقیقاً بالاخره متر و معیارش شاید زیاد ملموس نبود برای اون افرادی که بالاخره سالها خارج از کشور بودن، بله. علاقه دارن بالاخره به ایران برگردن یا بالاخره خانواده‌شون هستن، بستگانشون هستن، این رو هنوز بالاخره یک سری ابهامات وجود داره. این رو فهم کنید چه توضیحات این ابهامات رو رفع خواهد کرد؟ من اینو میتونم تا اینجا خدمت شما عرض بکنم که اون بسته در واقع برای مقدماتی رو باید طی بکنه
یه بخشی از مقدماتش رو در واقع طی کرده و تا اون مقطعی که آقای رئیس جمهور اعلام کردند، یک بخش دیگرش هم در حال انجام شدنه و به نظرم میرسه که اعلام خواهد شد. و اجازه بدید که موقعی که اعلام میشه در واقع ابعادش هم بیان بشه. به نظرم میرسه که با اون چیزی که حالا من به ذهن دارم و یا اطلاع دارم، یه گشایش خوبی در واقع در این حوزه توسط دولت صورت خواهد گرفت با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی داره و میتواند از این اختیارات برای حل بعضی از مسائل استفاده بکنه. بله، خیلی ممنون. حالا من احساس کنم یه سری بالاخره مسائل، حالا هم مرتبط با سیاست خارجی هم سیاست داخلی، حالا سیاست خارجی بالاخره بخشی از دغدغه افکار عمومی است، بحث حالا مذاکرات هسته‌ای، بحث حتی تیم مذاکره کننده که شایعاتی تو رسانه مطرح بود در مورد مثلا شخص آقای دکتر علی باقری کنی که همراه خواهند بود یا بالاخره این مسئولیت رو تحویل دادن، یه سری ابهامات مطرح بود. ولی بالاخره حتما مطلع هستید، نمیدونم یه سری مباحث رو خودتون مصلحت دونستید که از شخص وزرایی که در این حوزه مشغول هستن بپرسیم، یه سری مسائل هم بود بالاخره مصلحت دونستید که همینجا مطرح بشه، مسائلی از این قبیل هم بود که حالا نه آقای دکتر باقری با قوت در واقع ماموریت هاشون در واقع دارن ادامه میدن. این به این معنا نیست که مثلا حالا معاون سیاسی وزارت امور خارجه الزاماً همه جا باید مثلا روی صحنه در واقع بسیاری از اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره محصول در واقع تلاش های ایشون هستش که مدت ها در واقع پیگیری شده، کارشناسی شده و در واقع دنبالگیری شده و امروز تو حوزه سیاست خارجی در واقع داره هم اجرایی یا اطلاع رسانی میشه. به حمدالله دکتر باقری با قوت در واقع مشغولن و به عنوان یکی از در واقع مدیران دلسوز انقلابی و در واقع مصمم در حوزه سیاست خارجی در واقع ایفای نقش دارم میکنم به حمدالله. بله، خیلی ممنونم. حالا فکر میکنید نکته‌ای فراموشمون شد که لازم باشه مطرح کنیم؟ والا من شاید بخوام مثلا یه توصیه‌ای هم برای خودم داشته باشم هم برای شما به عنوان رسانه در واقع جریان انقلاب. ببینید همه ما وظیفه داریم که امیدآفرینی بکنیم در جامعه. این در واقع یک بحث کاملا عقلی منطقی و یک الزامه، علاوه بر این که خب تأکید حضرت آقا بر این هم هستن. شما ببینید مثلا خود 20 روز پیش ایشون در جمع افرادی که با ایشون ملاقات داشتن چکیده و خلاصه کلام مبارکشون این بود که وظیفه ما، وظیفه همه امیدآفرینی از جمله رسانه. ما باید امیدآفرینی بکنیم. امیدآفرینی یعنی این که شما بری بگردی و نقاط قوت رو ببینی و این رو برای افکار عمومی در واقع برجسته بکنی و جامعه رو نسبت به در واقع کاری که داره تو کشور انجام میشه امیدوار بکنی. من ببینید اگر بخوام مثلا مثال الان عرض بکنم برای شما، ببینید تو همین دو سه هفته گذشته فقط چند تا واقعا کار امیدآفرین در این کشور انجام شد که حالا بعضی از رسانه ها حق مطلب رو ادا کردن به لحاظ کار رسانه‌ای. خب بعضی هم که اساسا چون علاقه ندارن که مردم امیدوار بشن، علاقه ندارن که نقاط قوت نظام دیده بشه، خب از کنارش گذشتن. شما کافیه در واقع صفحه یک
رسانه ها، روزنامه های مثلا تو همین چند هفته گذشته رو یه تورقی بزنید کاملا براتون مشهود میشه. ببینید در دو هفته گذشته بزرگترین طرح آبرسانی به در واقع طرح محیط زیستی غرب آسیا در ارومیه افتتاح شد توسط آقای رئیس جمهور. 36 کیلومتر کانال در واقع به دهنه 5.5 متر زده شد که آب رو از در واقع 36 کیلومتر اونورتر بتونه منتقل بکنه به دریاچه ارومیه که یکی از مهمترین در واقع مسائل محیط زیستی کشور و اصلا دارای اهمیت جهانیه و یکی مانع از خشکیدن این دریاچه بشه. خب یه طرح بسیار بزرگی بود با یه هزینه در واقع بالایی. خب این کار در واقع توسط این دولت انجام شد، اگرچه خب این طرح از دولت قبل در واقع شروع شده بود که آقای رئیس جمهورم الحمدلله این دولت به لطف خدا انقدر در واقع پایبند به اخلاق هست که آقای رئیس جمهور وقتی رفتن اونجا را افتتاح بکنن از همه مدیرانی که از دولت قبل در واقع در این پروژه نقش داشتن و مشارکت داشتن و کار کردن تشکر کردن. خب این کار انجام شد. ببینید یک کار بسیار بزرگی که اساساً یک دریاچه‌ای که یه جایگاه جهانی داره در معرض خشکیدگی بود و این الحمدلله نجات پیدا کرد به این معنا انجام شد. همزمان یک نیروگاه 1500 مگاواتی در واقع افتتاح شد. پشت سر اون در واقع شما میبینید که مثلا توی بوشهر در واقع یک تأسیسات عظیم آب شیرین کن برای مردم بوشهر افتتاح شد. افتخار بزرگ اینه که تمام این طراحی که الان داره انجام میشه همه ایرانیه، یعنی همه متخصصین، کارشناسا، تجهیزات همه ایرانیه. مثلا طرح آب شیرین کن و که آب بوشهر رو مشکلش رو کلن برطرف کرد و 50% آب شرب مردم الان داره از خلیج فارس در واقع شیرین میشه، تامین میشه با همکاری در واقع شرکت مپنام الان مثلا شکل انجام شد. یا مثلا عرض به حضور شما که فاز 14 پارس جنوبی که تماما در واقع به دست مهندسینه، همین فارس جنوبی همون جایی است که تمام کشورهای خارجی که اونجا فعال بودن از جمله مثلا فرانسوی‌ها دیگران ول کردن رفتن و می‌خواستن کاری بکنن که جمهوری اسلامی واقعا نتواند در واقع قدم از قدم برداره. به لطف خدا با همت متخصصین داخلی و با ظرفیت داخلی یک کار بزرگی انجام شد اونجا تو پارس جنوبی. فاز 14ش افتتاح شد، آقای رئیس جمهور تشریف بردن برای افتتاح و فاز 11ش هم که در واقع آخرین فاز در واقع پارس جنوبی هست ظرف یکی دو ماه آینده اونجا هم افتتاح میشه و عملا پارس جنوبی تمام فازاش اونجا فعال میشه. خب ببینید این کارها کار بزرگیه، علاوه بر این که خب هزینه زیادی برده برای ایجادش، نکته مهمش این هستش که تماما با ظرفیت داخلی شکل گرفته، اونم تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که در واقع تمام در واقع اشرار دنیا جمع شدن برای اینکه در واقع به مردم ایران آسیب بزنن، تحریم کردن. این آشوبی که توی همین پاییز اساساً طراحی کردن یه پروژه کاملا امنیتی برای عقب انداختن کشور و فشار به مردم بود و طراحی کردن و اجرا کردن که الحمدلله با حضور خود مردم بساطشون جمع شد. میخوام بگم تو این شرایط این اتفاقات الان داره میفته. و یا مثلا همین بیمارستانی که چهارشنبه گذشته رئیس جمهور محترم تشریف بردن برای افتتاحش، خب یک ابر بیمارستانه، یعنی ما تو کشور اولین بیمارستان 1000 تخت خوابی در طول تاریخ جمهوری اسلامی با پیشرفته ترین امکانات و به صورت هوشمند که ما نمونه مشابهش الان نداریم، ابعادش حالا اعلام شد در 18 طبقه در چقدر وسعتش هم اعلام شد و 1000 تخت خب افتتاح شد. خب ببینه اینا نقاط امیده، یعنی نشون میده که کشور الحمدلله در واقع با همه فشارهایی که داره در واقع دشمنان وارد میکنن و همه سنگ اندازی هایی که میکنند
داره رو به جلو حرکت میکنه و کارهای بزرگی داره انجام میده. یا مثلا طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، اینا مال همش مال همین ظرف یک ماه گذشته است مثلا، که همه دولت‌ها شعارشو داده بودن ولی هیچکس اجرا نکرده بود. حتی اون کسایی که خودشون یزدی بودن شعارش هم میدادن ولی نتونستن این کار انجام بدن، ولی کن در واقع این کار با تدبیر این دولت انجام شد و الان 3.5 سال آینده آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران شامل 3 استان میشه. البته فعلا اون که آقای رئیس جمهور تشریف بردن یزد رو تشریف بردن، ولی این طرح برای کرمان، یزد و اصفهانه که انشالله اگر این در واقع به بهره برداری برسه، یه بخش بزرگی از مشکل منطقه مرکزی کشور که بحث آب بود و از طریق این پروژه تقریبا برطرف میشه. ببینید این کارها خیلی کارهای بزرگیه، این کارها الان داره تو کشور اتفاق میفته، همش هم ظرفیت متخصصین داخلی، مهندسین داخلی و یا پروژه هایی که انشالله ظرف مثلا هفته های آینده یه بخشش توسط خود آقای رئیس جمهور افتتاح خواهد شد، همش پروژه های بزرگ و در واقع برطرف کننده یه بخشی از مشکلات مردم منطقه هست. بعضیا ممکنه مثلا ما الان بوشهر که آقای رئیس جمهور تشریف بردن چند تا مثلا سد و در واقع تر آبی اونجا افتتاح کردن، ممکنه واقعا برای خود و مردم اون منطقه اصلا یه اتفاق بی نظیریه، یعنی مشکل اون منطقه رو به کلی حل میکنه. بعضی از این پروژه هم که ابعاد کاملا ملی داره، مثلا همین پارس جنوبی، مثلا همین آبشیرین کن، درست آبشیرین کن مال بوشهر بود ولی نشون داد که جمهوری اسلامی این توان داخلی رو داره که میتواند در واقع همون آبشیرین کنی که تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای خارجی میان برای در واقع این کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میدن 0 تا 100 و وابسته به تکنسین و در واقع کارشناس خارجی هست، اینجا الحمدلله به دست همین جوانان خودمون در واقع انجام شد. و این رو از این جهت عرض کردم که توصیه باشه هم برای خودم هم برای دوستانمون در فرهیختگان و سایر رسانه ها که ما باید بگیم این خدمات و این خدمات مال این دولت نیست، این خدمات مال نظام جمهوری اسلامی، این خدمات محصول انقلاب اسلامیه، این خدمات در واقع در راستای تدابیر رهبری برای خدمت رسانی به مردمه که خب بالاخره این دولت الان به عنوان کسی که در واقع وسط میدانه و مجری این برنامه ها هست داره برنامه ها رو میبره جلو و ما باید به مردم اطلاع رسانی بکنیم و نشون بدیم در مقابل این حجم تخریبی که بالاخره شما میبینید به صورت هدفمند رسانه های داخلی خارجی با همکاری بعضی از در واقع عناصر در واقع داخلی دارن صورت میدن برای اینکه مردم رو ناامید بکنن. پس اینجا وظیفه من و شما چیه؟ وظیفه من و شما اینه که اولا در واقع بتوانیم طراحی دشمن رو خونسا بکنیم و بعد نقاط امید رو در واقع بیاریم بالا و در واقع به اطلاع مردم برسونیم، که الحمدلله شما دارید این وظیفه رو انجام میدید. خیلی ممنونم، خیلی گفتگوی به نظرم خوبی شد، حالا جامع بود ولی بالاخره یه سری مباحث هم بالاخره که در حوزه اختیارات بعضی وزارتخانه‌های تخصصی هست لازمه با مراجعه به خودشون هم پیگیری بشه هم مطالبه بشه. انشاءالله خیلی ممنونم از این وقتی که در اختیارم قرار دادید. خیلی عذرخواهی میکنم اگر شاید نتونستم بعضی از در واقع نکاتی رو که مطلوب شما یا مخاطبین شما بود رو بیان بکنم، دلایلش هم عرض کردم و من ترجیح میدم که در واقع تو حوزه هایی که در واقع حوزه تخصصی واقعا هست کمتر ورود بکنم، یعنی شاید به خودم این اجازه رو ندم که بخوام این کار رو بکنم و ترجیح بدم که اون کسی که مسئول اون کار هست و احاطه به موضوع داره و با درک جمیع جهات مسئله میتواند در اون موضوع لام نظر بکنه خودش این مسئولیت رو انجام بده و از اینجا از شما عذرخواهی میکنم. نه سلامانش، خیلی ممنونم از شما، ممنونم از مخاطبینی که تا اینجا همراه ما بودن هم تشکر میکنم. خداحافظ. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خداحافظ شماش.